یکی از مواردی که در نرم‌افزار اکسل باهاش سر و کار داریم بحث استفاده از پیج ستاپ و تنظیمات مربوط به پرینت هستش. مارجین رو در جلسه 17 یعنی در جلسه قبل توضیح دادیم با همین عنوان و مورد بعدی جابجا کردن صفحه هستش که اینم در این قسمت پیج ستاپ قرار داره. میتونید صفحه رو به صورت عمودی یا افقی انتخاب کنید که من اینجا به حالت عمودی صفحه رو قرار میدم. مورد بعدی سایز هستش که میتونیم نسبت به برگه‌ای که قرار هست روی اون برگه پرینت بگیریم یکی از این موارد رو انتخاب کنیم. معمولا A4 هستش موردی که اینجا انتخاب میشه، اما ابعاد دیگه ای رو هم به کمک این مورد آخر یعنی More Paper Size میشه براش تعریف کرد که چه ابعادی و به چه شکلی داشته باشه. یعنی اینجا میشه اون سایز مورد نظرمون رو بهش معرفی کنیم و همچنین کیفیت پرینتمون رو هم بهش بگیم. خب معمولا 600 DPI کیفیت بسیار مناسب و خوبی هستش برای پرینت که برای خودش به صورت اوتوماتیک انتخاب کرده. اینجا هم میشه براش تعریف کرد که صفحه اولمون کدوم صفحه هستش، یعنی صفحه اولمون از شماره چند شروع بشه که میشه اون عدد مورد نظر اونجا وارد کنیم که من این رو تغییر نمیدم. حالا اینجا کنسل رو میزنم. مورد بعدی پرینت اریا، یعنی محیطی که قرار هست پرینت گرفته بشم، از این مورد و از این قسمت انتخاب میشه. برای این مورد پیغامی که الان ظاهر شده گفته که یه محیطی رو بایستی قبلش سلکت کنید بعد این کار رو انجام بدید. بسیار خب، من میخوام که محیط پرینت من این محدوده رو برام پرینت بگیره، یا میخوام این محدوده این دوتا رو برام پرینت بگیره. به خاطر همین قبلش سلکت میکنم و بعد میگم که پرینت کن فضایی رو که سلکت شده، و از زمانی که این مورد رو من انتخاب کنم و به حالت انتخاب در بیارم توسط کنترل P مشاهده میفهمید که فقط همین مورد در قسمتی که قرار هست پرینت گرفته بشه نمایش داده میشه، و همچنین اینجا هم صفحات دیگر رو زمان پرینت اصلا برام نمیاره چون من قبلش اینو زدم. البته یک راه دسترسی دیگه هم به این حالت هست، اونم این هستش که ما این پرینت اریا رو غیر فعال کنیم، یعنی کلیر کنیم که غیر فعال بشه، و بیایم از قسمت کنترل و پی همین کار رو انجام بدیم. یعنی بیایم قبل از اینکه اصلا این پرینت اریا رو نزنیم، بدون اینکه این کار انجام بدیم، این محدوده رو انتخاب کنیم، محدوده اینکه میخوایم پرینت گرفته بشه، و کنترل پی رو بزنیم و بیایم به این صفحه. زمانی که به این صفحه آمدیم همه موارد رو، یعنی یک از چهار، یعنی 4 تا صفحه رو برام نمایش میده، اما من میخوام بهش بگم فقط یک صفحه و اون محدوده که پرینت، اون محدوده‌ای که سلکت شده رو بیا پرینت بگیر. برای همین منظور میام بهش میگم که پرینت سلکشن رو برام در نظر بگیر و پرینت بگیر. الان همون کاری که از اون روش انجام شد در همین روش هم انجام شد. پس این ها در من همپوشانی داره دیگه، کلیپ‌های زیادی، کارهای زیادی برای رسیدن به یک هدف در اختیار ما قرار گرفته شده. و بعد از این مورد، مورد بریک هست که میایم یک محدوده رو قبلش انتخاب میکنیم و بعد یه بریک بهش میدیم، insert break. این برای این هستش که زمانی که پرینت میگیریم بیاد جدا کنه، یعنی الان روی پرینت سلکشن هست که از این حالت باید خارج بشیم. الان مشاهده میفرمایید که نحوه پرینت گرفتنش تغییر کرد و اومد روی اینها یک بریک قرار داده به این شکل که این بریکی که من اینزرت کردم اومده اینجا قرار گرفته شده، و توسط ویو میتونیم ببینیم که صفحاتمون به چه شکلی تنظیم شدن. همین بریکی که ما اینجا انتخاب کردیم به این محدوده اضافه شده، و
پس این هم کار باهاش به این شکل. اگه زمانی خواستیم ما نحوه پرینت گرفته شدن فایلمون رو هم ببینیم، عرض کردم که از سربرگ ویو توسط این مورد یعنی پیج بریک پریویو میتونیم نحوه پرینت گرفته شدن فایلمون رو ببینیم و حتی میتونیم به صورت دستی این بریکی که اینجا قرار دادیم رو تغییر بدیم. با گرفتن و رها کردن میشه بهش بگیم که تا کدوم محدوده رو در کدوم صفحه قرار بدیم و حتی این موارد رو هم میشه جاهاش رو یه مقداری تغییر داد. اما برگردیم به همون سربرگ پیج دایوت و قسمت پیج ستاپ. در قسمت بعدی که حالا بریک ها رو گفتیم، اگه بخوایم همه رو پاک کنیم هم به این شکل بود، یعنی ریست آل پیج بریکس بود، و یا میتونیم ریموف رو بزنیم که من اینها رو کلن ریست کردم که برگرده به حالت عادی پیش‌فرض خودش. مورد بعدی بک‌گراند هست که شما میتونید از سیستمتون یا اگه نت فعال باشه از نت، اما الان که سیستم هستش به کمک این مورد میشه ورک آفلاین رو انتخاب کرد و یکی از این تصاویری که داخل سیستمتون دارید رو به عنوان بک‌گراند بهش معرفی کنید که در بک‌گراند صفحه شما قرار بده. مورد بعدی پرینت تایتل هست که اگه این رو انتخاب کنیم سربرگ شیت از پنجره پیج ستاپ برای ما ظاهر میشه. توسط این سربرگ ما میتونیم باز هم پرینت اریا یعنی محیطی که قرار هست پرینت بشه رو بهش معرفی کنیم، به این صورت که میشه به صورت دستی اینها رو جابجا کرد و تغییر داد و هم میشه یک محیطی رو براش تعریف کرد. بگیم این محدوده رو بیا برای ما پرینت بگیر. خب آیه 1 تا آیه 40 بیاد در محدوده پرینت قرار بگیره. الان به این شکل میاد صفحات رو پرینت میگیره، یعنی این صفحه 4 ما میشه صفحه 1 2 3، یعنی به این صورت برای ما پرینت میگیره صفحه 1 2 3 و 4. اما در همین قسمت تنظیمات دیگه ای هم هست. من بیام این مورد رو از اینجا بردارم که تمام محدوده پرینت بشه و مجدد مراجعه کنیم به همین سربرگ. اگه ما بیایم گرید لاین رو انتخاب کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. مشاهده بفرمایید که در حالت گرید لاین تمام گرید ها و اصطلاحاً اون شبکه ها رو برای ما میاد پرینت میگیره. حالا من این ها یه مقدار اینها رو جابجا کنم که در پرینت گرفته شدن حتی ما میتونیم به کمک این ابزاری که اینجا هست این ابزار اول رو انتقال بدیم به آخر و این مورد رو هم انتقال بدیم آخر که همه اینها در یک برگ چاپ بشن، که البته اگر ابعاد قابل قبول باشن و نوشته ها کوچک نشن میشه این کار رو انجام بدیم، اما اینجا بهتر این کار رو ما انجام ندیم. شما نسبت به فایلی که در اختیار دارید میتونید اینها رو جابجا کنید. اما در ادامه در این قسمت پیج تایتلز گرید لاین رو برداریم و بلک اند وایت رو اگه انتخاب کنیم میاد خروجی که برای ما پرینت میگیره به صورت سیاه و سفید پرینت میگیره که به این شکل اینا تغییر شکل میدن و موارد دیگه ای رو هم میتونید اینجا تغییر بدید، مثل این مورد که اگه مشاهده بفرمایید الان ترتیب صفحه ها از بالا به پایین هست، یعنی صفحه 1 و بعد صفحه 2 این صفحه میشه و صفحه 3 این صفحه و بعد 4 این صفحه بالایی، میشه بهش بگیم که صفحه 1 این باشه 2 این یکی و 3 این یکی، که از این قسمت اگه این مورد رو انتخاب کنیم از قسمت پرینت تایتلز پنجره پیج ستاپ و سربرگ شیت و قسمت پیج اوردر اوور دن داون این کار رو برای ما انجام میده. همچنین در این قسمت میتونیم بهش بگیم که کامنت ها رو آخر نمایش بده
و یا روی شیت نمایش بده و اینجا هم میتونیم بگیم که ارورها رو به چه شکلی نمایش بده، بلانک رو تایپ کنه یا ان ای رو تایپ کنه و یا اینکه خود ارور رو نمایش بده، که هر کدوم از اینها رو میتونیم براش تعریف کنیم. و در سربرگ آپشن هم چیز خاصی نیست جز اینکه میشه حالت افقی یا عمودی کاغذ رو مشخص کرد و در ادوانس هم میشه مجدد برگه رو براش تعریف کرد که به چه ابعادی هستش و تنظیمات مربوط به کاغذ و اینها هست که میتونیم این دستورات رو هم بهش بگیم. این موارد رو هم که قبلا خدمت شما توضیح دادیم به صورت کامل هدر اند فودر رو در جلسه قبل از همین جلسه، یعنی جلسه 17 این مورد توضیح داده شد، که ما الان در جلسه 18 آموزش این نرم افزار هستیم و شما اگه اولین باری هست که این ویدیو رو میبینید لطفا مراجعه کنید و از جلسه اول شروع کنید و کلیپ های کوتاهی که هستن رو مشاهده بفرمایید تا به این جلسات برسید. اگر که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید تقاضا میکنم که مراجعه بفرمایید به قسمت کامنت ها و عدد 18 رو که به نشانه 18 جلسه از آموزش نرم افزار اکسل هست زیر همین ویدیو برام کامنت کنید که من بدونم که شما عزیزان تا انتهای ویدیو رو دیدید و انگیزه بگیریم برای ضبط ادامه جلسات. برای اطلاع از ویدیوهای بعدی ما حتما کانال رو دنبال بفرمایید و زنگوله مربوط به این بحث یعنی آموزش اکسل رو هم فعال کنید. همچنین اگه فکر میکنید مطالب این کانال برای سایر دوستانتون هم میتونه مفید باشه لطفا این ویدیو رو با سایر دوستانتون به اشتراک بذارید تا اونها هم از این مطالب استفاده کنن. موفق و پیروز باشید.